سلام به همه شما دوستای باصفای خودم. ظریفان نظام بعد از کلی اینور اون رفتن تو عمانو دست دادن با 5 به علاوه 1 و همینطور چیک و چیک عکس انداختن، بالاخره آخرین نتیجه مذاکراتو اینجوری اعلام کردن. نشست بعد از ظهر البته این بار با حضور کوتاه عکاسان و تصویربرداران در محل آغاز شد و پس از آن همچنان پشت درب‌های بسته ادامه یافت. جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه برنامه هسته‌ایش همواره صلح‌آمیز بوده و بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری سلاح هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی به صورت کلی هیچ جایی در جمهوری اسلامی چه از دیدگاه اعتقادی و چه از دیدگاه در واقع دکترین دفاعی ما جایگاهی نداره، لذا رسیدن به راه حل امکان پذیره و ما الان در زمان خوبی هستیم برای اینکه چارچوب توافق مشخص بشه. سر کیو میخوای شیره بمالی تو؟ آخه هنوز چارچوب توافق رو مشخص نکرده، چجوری از رسیدن به راه حل حرف میزنی؟ بعد تازه درها رو چرا باز نمی کنی؟ آی دکتر آبدینی سلام، وقت بخیر میگم خدمت جناب عالی. ظاهرا فعلا قرار نیست خبری از جزئیات مذاکرات بیرون بیاد. شما در مسقط با تجربه در محل مذاکرات حضور دارید، خبر خاصی رو در جریان هستید یا نه فقط اینجا کاملا بسته است؟ آنچه که امروز ما در این دور از مذاکرات می‌بینیم در چارچوب راهبردی است که پیش از این خانم شرمن اعلام کرده بود. خانم شرمن به صراحت گفته بود که من از خانم مادلین آلبرایت وزیر پیشین خارجه امریکا یک درس بزرگ آموختم و اون هم اینه که مذاکرات مانند قارچ هست که هرچه فضا تاریک‌تر باشه امکان رویش اون بیشتر میشه و در همین چارچوب ما میبینیم کمتر جزئیاتی از مذاکرات به بیرون درز میکنه. به 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 عزما، چی فکر میکردی چی شد؟ تو دنبال قارچ اتمی بودی؟ حالا قارچ مذاکرات و اونم تو تاریکی دارن برات سرو میکنن. باشه، برید تو تاریکی هی قارچ بخورید ببینیم آخرش به کجا میرسید. این ولی فقیه آشولاشی که ما میبینیم کارش از قارچ خوردن گذشته و به جر و واجر شدن رسیده. قبل از همه هم این تناب تحریماش امونشو بریده. یه ظلم تاریخی برخلاف همه مقررات بین المللی تحمیل شده به ملت ما، هم تحریم، هم کنگره آمریکا، هم دولت آمریکا، هم اروپایی، هم آمریکایی، هم شورای امنیت، یعنی همه. خب این حتما باید برداشته بشه. یه محور مهم مذاکرات که در واقع کار رو مشکل میکنه، آمریکا میگن به تدریج. اصلا انگار نه انگار که موضوع سر بمب اتمی ولایت بوده. بابا این تحریم ها ناسلامتی به خاطر بمب بود، اما الان همه رو ول کرده، دو دستی چسبیده به تحریم. خب همینه دیگه، همینه که علیگه دارو خفه کرده دیگه. حتی شریعت نداری هم داد و قالای همشگی رو گذاشته کنار رو روزه لقف تحریم میخونه. آمریکایی ها اصرار دارند که رژیم و سامانه تحریم ها دست نخورده باقی بماند و تنها بخشی از آن را که خواهیم دید اهمیت چندانی ندارد و به وعده نسیه شبیه است به حالت تعلیق و نه لغو درآورند. یعنی تحریم ها را همچنان به عنوان شمشیر داموکلس بر سر فعالیت هسته‌ای بخوانید اقتدار و پیشرفت ایران نگه خواهند داشت. شمشیر داموکلس رو بل کن، شمشیر ملت رو بچسب که روز به روز داره تیزتر میشه. خلاصه که دوستان هرچی مذاکرات تاریکتر میشه وضعیت بلبشوی نظامم خفنتر میشه. علی گدا هی دور خودت تاب بخور، هی گیج بخور، آخرش با مخ میخوری زمین، اونم چه زمین خوردنی؟ ببین موشکاف کی گفت.
رقصای ناخوش افغان.